رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر دکتر. سلام، بفرمایید. من از اسکاندیناوی شمال اروپا مزاحمتون میشم. واقعیتش در مورد ارتباطم با حالا نامزدم یا به عبارت دیگه دوست دخترم تماس گرفتم باهاتون. بفرمایید. ما حقیقتش 4 سال و خورده‌ای هستش که با همیم و الان تو 2 شهر مختلف سوئد داریم تحصیل میکنیم. دکترا میخونیم هر دو تامون. نه هم یک سال. جانم بفرمایید. نه اول بگید هر دو چند سالتون عزیز؟ چون 33 سالشه، من 29 سالمه. که چه مدتی هر دو در اون در سوئد یا کشورهای اسکاندیناوی هستین؟ آره، ایشون حدود 1 ساله، من 2 ساله. پس شما قبلش هر دو ایران بودید؟ آره، ما هر دو تامون ایران بودیم، پیش هم بودیم، هم کلاسی بودیم، کلن اینطوری بوده. اوکی، وقتی که آمدید جدا آمدید، ولی در یه شهر وارد شدید، الان در یه دانشگاه هستید. آره، واقعیتش اینه که ما خواستگاری و در واقع یه خواستگاری ناموفق داشتیم که به هم خورد و من اومدم اروپا، همین سوئد اومدم و بعد از اینکه حالا اون قضیه به هم خورد، چند ماه بعدش ایشون یه پذیرش برای دکترا گرفت یه شهر دیگه و توی همین سوئد، و ایشون هم اومد دکتراشو شروع کرد و دوباره رابطه رو از سر گرفتیم در واقع. وقت فاصلتون چقدره با هم؟ فاصلمون قابل توجهه، ولی خب به هر حال رفت آمد میکنیم و بعد مثلا چند ماه من دورکاری میکنم، چند ماه ایشون دورکاری میکنه، اینطوریه. یعنی مثلا استکهلم و یوتبری هستید، گوتنبرگی؟ آره، واقعیتش اینجوریه فاصله. آره. آکه، چون این فاصله های بزرگ مال اون دوتا شهره. هر دو فرزند چند رو میدازید؟ من فرزند اولم، ایشون فرزند چهارم خانواده پر جمعیته. من فرزند اولی خانواده 5 نفری هم. 5 فرزند یا 3 فرزند؟ 3 فرزند. و ایشون چند تا خواهر برادر داره؟ ایشون 3 تا برادر و 3 تا هم خواهر. اوکی عزیز. حالا به من بفرمید شما چه مدتی قبل از اون همدیگر میشناختید که ایشون شما تصمیم به خواستگاری گرفتید؟ ما حدود 2 سال و آره 2 سال همدیگر میشناختیم. خانواده ها موافق بودند؟ خانواده ها مخالف، نه موافق بودن، مخالفت خیلی خاصی وجود نداشت، ولی خب از 2 تا نقطه مختلف ایران بودیم و هیچ کدوممون مرکز نشین نبودیم، از 2 تا شهرستان مختلف در واقع، یکم این تعارض فرهنگی وجود داشت، ولی مخالفت خیلی وحشتناک و بزرگی وجود نداشت. داخل خود همون جریان خواستگاری این اختلاف پیش اومد؟ نه متوجهم. نه، آیا بیانی برخی از اوقات ممکنه که مشهدی باشه، یکی شیرازی، ولی به هر حال دوتا تعلق به جایی نداره. اما یه زمان ممکنه کسی مثل عزیزان کرد باشه با عزیزان بلوچ. میخوام ببینم آیا تعلق به حالا قومی، گروهی، زبانی، فرهنگی هم متفاوت دارید یا اینکه نه؟ بله بله، منتها مسئله اینه که ایشون خانوادهشون سنی مذهبن، مال من شیعه مذهب، ولی هر دوتا کرد زبانیم. خب حالا این مدتی که الان با هم هستید، گفتید چه 4 ساله با هم هستید؟ آره، از دوره دانشجویمون تو ایران با همیم. خب ولی الان 1 سالم هست که در سوئد. آره الان 1 سالم هست حدودن تو سوئد هستن ایشون. خب به من 2 یا 3 تا جنبه مثبت و خوب رابطه یا ایشون رو به من بگید. 2-3 تا چیز خوب ایشون یا 2-3 تا چیز خوب رابطه تون رو به من بگید. والا ما خیلی صمیمی هستیم، بعد خیلی هم واقعیتش آدم های با اراده هستیم. بکگراندمون یه جوریه که خیلی سختی کشیدیم تو زندگیمون، ولی به هر حال هم ایشون هم من یه جورایی همون هول دادیم از همون دوره‌ای که دانشجویی بودیم و توی ایران دانشجو بودیم، خیلی همون هول دادیم تا اینجا اومدیم جلو. یه جورایی هر دو تامون مدیون هم هستیم، حالا از یه سری از اون تروماهایی که تو زندگی شخصیمون و خانوادگیمون رد شدیم، واقعا مدیون هم بودیم. و در مورد ایشون من بخوام بگم آدم صادقیه و واقعا آدم مهربونی هم هست. بسیار خوب. حالا به من بگید اشکالی که بینتون هست چیه یا مسائل مشکلاتی که میبینید چیه؟
واقعیتش اشکالی که بخوام بگم حقیقتشو بخواین، ایشون والا به خواستگاری که کشیده شد قضیه، ایشون یه مسئله رو پیش کشیدن که ایشون اصلا کلن از قبل اینکه بیان سوئد میخواستن که نصف درآمدشون رو بدن به خانوادهشون، چون حالا میخواستن به خانوادهشون کمک قابل توجهی بکنن، و توی جریان خواستگاری برگشتن گفتن که شما باید تعهد محضری بدی برای اینکه من بخوام نصف درآمدمو بدم به خانواده‌ام. و نه آخه ایشون که فرزند چهارمن از 7 تا بچه، نه آره واقعیتشو بخوام دیگه توی اون استیجی که حالا ایشون هستن یه جورایی ایشون پردرآمدترین بچه‌ن و من کاری به اون ندارم. برادر بزرگترشون هم، بزرگترین برادرشون هم به خاطر یه مسئله توی ایران فوت شدن، یعنی اون نقش برادر بزرگ یا بچه بزرگ یه جورایی هم گردن ایشون. هنوز شما تو آدم تحصیل کرده توی سوئد حرف از نمیده برادر بزرگتر و کوچکتر و خواهر بزرگتر، بس تعجب میکنم ازتون. هنوز چه اهمیتی داره؟ واقعا من دارم حرفای ایشونو که روی کاغذ می‌نویسم بر شما میخونم، ایشون چون نمیخواد صحبت کنه. آخه یعنی چی اصلا، چه اهمیتی داره؟ یعنی ما هنوز تا کی در قرن 21 توی کشور اسکاندیناوی حرفای مال وابستگی و مهرطلبی مردم 4000 سال قبل میکنیم که یه جوری که خواهر بزرگتر است که برادر بزرگتر است، اون برادر بزرگتر نیست، این خواهر کوچکتر مسئولیته. بعد هم اینا همشون، ایشون که خودشون سنشون اون برای 30 ساله، خب بیشتر اونا باید آدم های بزرگ سال باشن. حالا ایشون از شما تعهد میخوان که بگید که نصف درآمدشون رو میخوان بسن ایران. به معنی که مثلا مستقل هست من از نظر مالی و اینا، نه. یه برادر حدوداً 18، دو تا برادر 18 و 20 ساله دارن، حالا سن دقیقشون رو نمیتونم بگم، بین 18 تا 20 ساله، و یه خواهر 20 خورده ساله، و دو تا خواهرم از خودشون بزرگتر. خب اینا چرا اونا نمیخوان زندگی خودشونو بکنن؟ حالا به خاطر من نمیتونم از دهنه ایشون صحبت کنم به هر دلیلی. حالا این خواهرها، آخه عزیزم از کی تا حالا در ایران یه کسی یه بچه‌ای رو میفرسته بره کشور اسکاندیناوی، میگه برو اونجا درس بخون، دکترا بگیر، نصف حقوق تو برس، برای ماهایی که در ایرانیم یا تو کشور خودمون، فرهنگ خودمون هستیم، ما محتاج کمک مالی هستیم، و بعد از مردی که باهاش ازدواج کنی سند بگیر که نصف حقوقتو میخوای برای ما بفرستی؟ تا کی؟ واقعیتش ایشون از همون ابتدای کار به من گفتن که من میخوام مثلا نصف درآمدمو به خانواده‌ام کمک کنم. مثلا نمیگم ایشون نگفتن، من میخوام بگم یه ذهنیت و منتالیتی این گونه، یه منتالیتی و زندگی یه مقدار، یه دختر بی سوادی است که حروف الف با بلد نیست، 500 سال قبل نشسته کنار یه چشمه گوسفنداشون دارن میچرن، که من یه مسئولیتی، من واقعیتش خیلی از جوابایی که به شما دارم میدم ایشون داره رو کاغذ مینویسه و من دارم به شما میگم. من خودم چاید حرفای شما رو به ایشون زدم. عزیز من با شما دارم حرف میزنم، من با ایشون حرف میزنم. من جواب ایشون رو نمیخوام بدم، من جواب حرف شما رو جواب میدم. من دارم به شما، من نمیخوام شما جواب بدید. مرزم این است که یه دختری در سن 31 سالگی با یه پسری اومده تو سوئد، داره دانشجو دوره دکتراست، فرضش بر اینه که من باید با یه آدمی اگه میخوام ازدواج کنم اون یه سندی بنویسه که بگه نصف حقوقمو من میخوام بفرستم به ایران و او باهاش مشکلی نداشته باشه. شما به 1,000,000 اروپایی بگید همینجوری نگاهتون میکنه اینا چی میگه، شما برید سراغ حتی 1,000,000 ایرانی 950,000 تاشون میگن اینا چی دارن میگن. آخه چیز عجیب و غریب و غیرعادی که نمیشه گفت. بنابراین من میخوام ببینم، بعد شما حرفتون است که بقیه چیزا خوب و درسته، خب چطور ممکنه؟ من اگر به شما برگشتم گفتم یکی از دستای من 1.5 متر، ولی البته بدن بسیار مناسبی داره، اون کجاش بدنش مناسبه؟ یه دستش 1.5 متر. آخه این افکار از کجا میاد؟ نه آخه این افکار عجیب و غریب از کجا میاد که ایشون یه توهمی داره فرزند وسط یه خانواده است؟ حرفش اینه که من مسئولیت مالی خانواده رو دارم
که یه ده از من بزرگترن و پدر مادر من تو کشور خودشون، منم به عنوان دانشجو البته برم. بله اگر من یه چیز رو هم دکتر من فراموش کردم، پدر ایشون حالا به یه سری دلایل کار نمی کرد، یه مدت قابل توجهی نمیتونست کار کنه و چند وقت پیش هم متاسفانه ایشون به رحمت خدا رفت، فوت کرد. یعنی از یه جهاتی خب کمکی که ایشون به خانوادش میکنه یه مقدار قابل توجهی هم شاید پذیرفته شده باشه که حالا اگر این کارو نکنه خانوادش دچار یه مشکل خیلی جدی میشن، با توجه به اینکه بیشتر خانوادش مستقل نیستن. من خیلی نمیخوام ایشون رو زیر سوال ببرم برای اینکه این کارو میکنه. عزیز من، یعنی چی زیر سوال نمیخوایم ببری؟ یه دانشجو آمده در اروپا دقیقا درس بخونه، حرفش اینه که من نصف حقوق هم میخوام مثلا برای اونا، اصلا حقوقیشون نداره، اونجا میخواد چوری زندگی کنه. برای میگه من از همسر آینده میخوام که سند محضر قربونتون برم، شما به هم اعتماد ندارید، سند محضری برش بدید، بید هر زمانی که لازم بود تو هر کمکی لازم بود بکن، منم باید موافقم. من قبل از اینکه اون خواستگاری اینو پیش بیاد، همین چیزایی که شما دارین الان به من میگین و من مینشستم باش صحبت میکردم، ایشون هم قبل از خواستگاری حالا وسط خواستگاری گفتن که تو چون با من نشستی حالا بحث کردی در مورد همین قضیه درآمدم و اینا، که به قول شما که میگین دانشجو و هنوز پولی نداره، زندگی نداره، همین چیزا رو چون به من گفتی من میترسم فردا بزنی زیر حرفت بگی من قبول ندارم، دعوا بشه، تو باید به من انسانت. بنابراین کاملا حرفشون درسته، یه همچین مردی قابل اعتماد نیست. شما بدنتون رو میخواید با هم شریک بشید، بدنتون رو میخواید شریک بشید، بچه هاتون رو میخواید با هم شریک بشید، به هم اطمینان میکنید. ایشون نگرانیش این است که اگر فردا خانواده او احتیاج به کمک مالی داشت، شما همچه آدم بیرحم بیشرمی هستید که کمک مالی او رو که بخواد به خانوادهش که ضروریست بکنه مانع میشید و حالا شما سند محضری بخواید. عزیزم در بحث مربوط به مسئله است بگید یه سند بنویس که ما هفته دو دفعه رابطه جنسی داریم، بنویس هفته سه روز ما میریم رستوران غذا میخوریم. خنده داره این حرفا، اینا نشان دهنده یک کوته نظری، یک گیر و گرفتاری های ذهنی کودکانه است. من آقای دکتر عرض من نسب در جواب منه نده، باش عرض من این است که شما یه دنیایی رو برای خودتون درست کردین غیر واقع بینانه. ما هفته یه روزم میخوایم با الاغ این بر اونور بریم، در میرفتن در گذشته خیلی هم راحت بوده، حالا الاغ پیدا میکنیم از این ور میریم دانشگاه با هم. من حرفم این هست که این حرفا دلیل نداره اصلا مطرح بشه. بعد من نگران هستم که در آینده وقتی من پولدار شدم خواستم پولمو بفرستم تو مانع بشی، خب طلاق بگیر برگم شو. آخه اصلا خنده داره این حرفا. ببینید عزیز، شما دارید راجع به بحثایی میکنید که صد رحمت به مردمان بی سوادی که بحثشون این است که باید قول بدی هفته یه روز بتونه بیاد پلو مادرش، نمیدونم مادرش رو یه روزی ببره بیرون، حداقل نمیدونم به هفته یه دفعه ما رو مهمونی کنید. یعنی صد رحمت با این شرایط نیست، اینا شرایط ازدواج دنیای قرن 21 دو تا آدم دانشجو دوره دکتراست. واقعیت چیه که اینا رو از من خواستن، منم زدم زیرش، گفتم من چیزی امضا نمیکنم ضمن عقد و به هم خورد. همون خواستگاری کجا به هم خورد؟ در ایران به هم خورد؟ در ایران به هم خورد، ما داشتیم ازدواج میکردیم یه جورایی سر عقد و اینا به هم خوردش. به هر حال عزیز، دو تا آدمید که نه آزادید نه مستقلید نه خودکفایید نه اعتماد و اطمینان دارید، نه میل به رشد و پیشرفت دارید. تنها کاری که شما دوتا یاد گرفتید، دوتا آدمی هستید فقط درس خوندید، یه بعد زندگیتون رو رشد دادید، گرفتار توحش تخصص تحصیل شدید، بعدم یک دفعه میخواید از خودتون یه انسانیت فداکارانه به هزینه یکی دیگه در بیارید. گفتم شما به من بگید، هر خودم تو بخوام دیگه نگید، ایشون به شما هم نگه، تو دلش بگه. من اگر این حرف رو به 100 تا دوست سوئدیم بگم کی به من نمیخنده؟ دو، اگر من این رو به 100 تا جوان ایرانی بگم 95 تاش به من نمیخنده. بعد من میگم من همچی چیزی رو میخوام، اگر نه به تو اعتماد ندارم. بدنش رو اعتماد داره به شما بده، بچهش رو اعتماد داره به شما بده، اینکه بخواد نصف پولش رو بفرسته کی میتونه مانعش بشه؟ اگر ایشون حقوقی گرفت در سوئد، تصمیم گرفت نصفش رو بفرسته، شما چی کار میتونید بکنید؟
نه من خود من از ابتدای کار همینا رو به ایشون میگفتم. عزیز من، عزیز من، من میگم حرفای عجیب و غریب دارید. من اصلا اشکالی نمیبینم تو این کار. حرفم این است که چطور یه همچی چیزایی مطرح میشه؟ چطور مثلا دو تا آدم، تو باید قول بدی که اگر روزی دو دفعه صبحونه من تخم مرغ بدی بنویس، من اونو بنویسید باش راحت‌ترم تا این پرت و پلاها. حرفم این است که شما یه گرفتاریایی، یه بیماریایی، یه اشکالات روانی دارید که این حرفا رو به هم میزنید. اصلا خنده داره کی همچی بحثی رو میکنه؟ شما خودتون به من جواب ندید، تو دلتون هر دو جواب بدید. آیا از 100 نفر آدمای دوربرتون یک نفرشون همچی حرفی رو از هم دیگه شنیدن؟ که شما بگید عادیه؟ هر کاری میخواید بکنید. یه ذره نگاه کنید به رابطتون، چون اسم این نه روش نه بلوغی دارید. اون maturation اصلا نیست، نه عقلیه، نه حتی علمیه که جهان رو واقعی ببینید، نه احساسیه. هیچ، دو تا بچه که میخوان فکر کنم مقررات تازه برای اسباب بازیشون رو انداخته که من 5 دقیقه با این حرف زدم، تو 10 دقیقه با اون، ولی تو نگاه به من نکن وقتی من با این ماشین بازی میکنم. تو نباید نگاه کنی که ببینی من چجوری بازی میکنم. باورم کنی در این حد، من اصلا حرفم با شما این نیست که این حرفا، من معلومه که 100% شما ایشون هر وقت دلتون بخواد به خانوادتون که احتیاج دارن باید کمک کنید. خیلی قصه این که از حالا تو باید بنویسی سند بدی محضری، اصلا کدوم اعتبار رو داره؟ بعد بقیه پولا رو چیکار میکنید؟ فرض کنید شما 5000 یورو شما میگید، 5000 یورو ایشون، یا نمیدونم 100000 کرون شما میگید، 100000 کرون ایشون. بعد میخواید با این پول چیکار کنید؟ ایشون اول 50000 تاشو میتونه بفرسته برای ایران، بعد اون 50000 تا با 100000 تومان شما میاد. شما اگر خواستید برای مادرتون یه چیزی بفرستید ایشون باید رضایت بدن. اصلا شما میخواید برید قمار بازی کنید، ایشون به شما اجازه میدن که 1000 یورو کرون بردارید برید بازی کنید؟ من دلتون میخواد با دوست ایشون خودش هم درخواست کرد من یه چیز دیگر رو مطرح کنم که هنوز درگیری هست روش و من هم میخوام مطرحش کنم. سب کنید. بذاریم ما بریم پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم یه ذرم با هم حرف بزنیم. من فقط باز یه دفعه دیگه جمله رو تکرار میکنم. معرفم این است که مثل دو تا آدم میخوان خونه بخرن و بفروشن، میگه البته من خونه رو به تو به این قیمت میفروشم، قیمت خونه من 1 میلیونه، اونم یه میلیون معاف. اما اولا دختر تو باید با پسرموی من ازدواج کنی، ضمن تو باید این ماشین رو بفروشی بری ماشین رو بخری که من تو کمپانی سهام دارم اونو بخری. از جانب دیگه من میخوام به تو بگم که در وقت شب عروسی ما بهتر است که خانواده تو نباشن، یه دفعه دیگه عروسی میگیریم اونام باشن. معرفم این است که شرایط شما خنده دار و مسخره است. اصلا بحث ندارم این حرفا، اصلا چه معنی داره؟ بعدم شرط ازدواج ما نه علاقه ما محمد مهمه، نه عشق ما، نه اون همه جنبه‌های مثبت و سازنده ما. دو تا آدم دانشجوی دوره دکترا توی کشوری مثل سوئد حرفشون با همینه که تو باید تضمین بدی که نصف حقوقم من بتونم برای خانواده‌ام بفرستم. از کی تا کی؟ چون مثلا برادرای من میخوان تحصیل بکنن، خب حتما کمکی لازم باشه میکنی، شما میکنید، احتیاج داره بنویسی. بعد شاید تو قبول نکنی دیگه، چی بینتون میمونه؟ یادم برمیگرده میگه هر وقت خانواده ها احتیاج به کمک داشتن، خانواده های سهله، دوستانمون اینجا احتیاج به کمک داشتن، دیدیم اخلاقی انسانی معلومه کمک میکنیم. ولی بنویس سند بده. من نمیدونم شما از کجا میاد، من فقط فرضم اینه که دوتایی سر انداختید پایین، فقط درس خوندید و هیچ جنبه ای از جنبه های دیگر روانی و اجتماعی و احساسی و عاطفی و عقلی و هوشی و ارتباطی اینا اصلا رشدی نداشت. اینا چی هم میگه؟ الو آقای دکتر، من نمیدونم شما سوالی چیزی دارین یا من ادامه بدم. نه من فقط پرسشم این هست که شما چند از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شدید؟
رابطه جنسی کامل نداشتیم با هم، ولی خب رابطه جنسی داشتیم. یعنی متوجه احتیاج بیشتر نیست. نه هیچ احتیاج نیست. خب اگر دلتون میخواد، نه من حرفی ندارم عزیز، من فقط میخوام بدونم. من نمیدونم شما چه اندازه میتونید. ببینید عزیز، ما اون چیزی که در دنیای امروز میخواییم اولین اصل اطمینانه، تراست، این اعتماد اطمینان است. دوم یه نوع محبت و مهربونی و مواظبت و مراقبت و دلسوزی. ولی کنار همه اینا این کار بدون صراحت و صداقت ممکن نیست، و اگر این چیزها را آدم توی کسی نبینه دلیلی برای یه تعهد بلند مدت 70 ساله نمیبنده. به همین جهت است که شما بعد از 4 سال آشنایی و بدون تردید چه در ایران چه با این پایین و بالا رفتنهای اونجا، چه بعدن آمدنتون به سوئد، چه از هم دور بودنتون یا هر چیزی، به نظر من مثل دو تا آدمی مونه که مثلا 2 هفته است با هم آشنا شده و در نتیجه همه چیز زیر سوال. و الا یه رابطه‌ای که تو ایران بوده بعد ادامه پیدا کرده، بعد بسیار ساعت‌ها، ای بسا صدها ساعت اگر نه بیشتر با هم گفتگو کردید، شما باید یه شناختی، یه درکی، فهمی از هم دیگه داشته باشید که هر کدام کجایید و بعدم سر چه چیزی با هم بحث و اختلاف دارید. بحث و اختلاف درباره چیزی که جدایی به وجود نمیاره. یکی میگه من میخوام ایران باشم، یکی اروپا یا سوئد، بله. ولی اینکه من میخوام خانوادم اگر نیازمند باشم بدم، ولی از قبل نصف حقوقم رو میخوام بفرستم بعدن یا حالا نمیدونم. برای من اصلا اولین باریست که به عنوان گفتم مثلا دو تا آدم هست که میخوان خونه بخرن، ولی بگه زمین خواهرتم باید با پسرموی من ازدواج کنه، شرط خرید خونه اونم هست. یعنی چیزهای اضافه کردن به چیزی که ازدواج به خودی خودش مسئله است. من عرضم این است که وقتی بچه ها تو سن 20 تا 40 هستند و ازدواج میکنن، حق ندارن حرف بزنن درباره prenuptial agreement یا هیچ قرار دادی. هرچی دارید چون همه وجودتون، هستیتون، زندگیتون، فرزندان که مهمترین رو با هم شریک و سهیم میشید، دنبال چه چیزی هستید که میخواید تفکیک و تقسیم کنید؟ مگر موارد استثنایی که بعد یکی از شما 1,000,000 یورو یا 1,000,000 کرون آورده مال برادرتونه، بعد شماست، خب شما باید بگید اینو جدا کنیم برای که مال اونه، یعنی موقع اشکالی پیدا شد گرفتاری پیدا نشد. خارج از اون نه، سن تو اون بره 50 ساله اگریمنت میخواید. الان اگریمنت سر چی میخواید؟ آقای دکتر یه مسئله دیگه هم که الان وجود داره اینه که خب ما وقتی که تو ایران با هم آشنا شدیم دانشجو بودیم و خب هر دو تامون فکر میکردیم میایم اینجا زندگیمونو میسازیم، حالا از صفر شروع میکنیم با عنوان دانشجو دکترا اینجا، و اون موقع خب اصلا حرف خود من بود که ما همه چیو 50-50 میسازیم. حالا به قول خود شما هم میگین که حالا یکی مثلا بیشتر به خانواده‌اش کمک میکنه، مسئله نیست، 50-50 به هر حال زندگی. مثلا حتی بیشتر مسئله ایشون موقع این بود که تو باید اموالی هم اگر داریم نصفش حتما به نام من باشه، و این مسئله الان داره مشکل ساز میشه یه جورایی برای من، چون ایشون همین چند ماه پیش که پدرشون بیمار شدن و به رحمت خدا رفتن، توی جریان بیماری پدرشون هلوش 1,000,000 تومان به پول ایران بدهکار شدن و هنوز هم دارن زیر اون بار قرضا و بدهکاری ها، و یه بخشی از این بدهکاری هم بدهکاری به من بود، یعنی پس انداز 2 ساله من و یه جورایی ایشون حالا خرج اون بیماری کردن، مسئله ای هم نداشتم من. ولی الان حس میکنم که ایشون با یه باری از مسئولیت و بدهکاری و اصلا مسئولیتی برای خانواده دیگه وارد زندگی مشترک میشه و میگه که حالا تو اگر یه پس اندازی هم میکنی، یه خونه میخوای بخری، باید نصفش هم به نام من بکنی همزمان. و الان یه جورایی هم من دروغگو شدم انگار، که اولش این حرفی که ایشون زده 4 سال پیش رو قبول کردم. مثلا باورم نمیشه شما رو. چرا شما مثلا برای چه میخواید ادامه بدین این رابطه؟ چه معنایی داره؟ اصلا یعنی چی؟ خب آخه به نظر شما الان کدومش خودشه؟ عزیز من گوش کنین، شاهکاری که ما داریم از مارکس داریم. مارکس میگه تو رابطه عاشقانه و زندگی زناشویی موضوع مبادله است، تو هر چی داری میدی اونم هر چی داره میده، یکی 100 برابر دیگه است. این رابطه‌ای که
شما با فرزندتون دارید، 30 سال خرجش رو میدید، تازه وقتی هم که بزرگ شد اگه شما اصلا مردید نصف ثروتتون هم میبره، یک دلار یک پنی هم او به شما نداد. مبادله است، هر کی هر چی داره میده. درسته. یه زمانی است که شما صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. یه زمانی است که شما تو بازارید، مبادله نیست، معامله است. 100 دلار میدید، 100 یورو کرون میدید، تکلیف روشنه. شما دو تا دارید ازدواج میکنید، دارید معامله میکنید با هم، معامله میکنید. محبتی نیست، عشق نیست، ازدواجی نیست. یه بازی. از ابتدا اون باید به اسم من باشه، نصف این باید مال من باشه، نصف اون مال اون باشه. عرض کردم شما نمیخوام وارد بشم. من به عنوان یه آدم دارم کار میکنم، شاید مثلا 10 سال دیگه خواستم یه خونه بخرم به نام یکی دیگه هم میکنم، به نام ایشون مثلا. ولی خب اینکه این ایشون این اولش بیاد به من بگه من اصلا معنی نداره عزیزم. عزیزم معنی نداره، شما معلوم همه چیزتون مشترکه. شما اخوان نمیدونم مال کدوم قرنید. آقای دکتر من مشترک بودم به معنی که خب حالا خونه به نام ایشونه، مثلا ایشون خریده ما با هم توش زندگی میکنیم، یا همینطور یا برعکس مثلا ایشون با پولش رفته خریده ما توش با هم زندگی میکنیم. نه به این معنی که ایشون حالا 12 ساعت در روز کار کرده 10 سال 15 سال و هیچ آورده ای نداشته برای یه زندگی مشترک، یا مثلا آورده خیلی کمی داشته. بعد من هم همون کار رو کردم و حالا به نام ایشونه. بعد ایشون هم یه جایی هیجانی رفتار میکنه، مثلا برادرش یه نیازی داره، مادرش یه نیازی داره، میره اون خونه رو هم حتی ممکنه درگیر بشه، ممکنه حالا مثلا دوست هیجانی خوب. رفتار دوست خوب من. یه وقت دیگه خواستید بیادم عزیز من. شما نه قواعد ازدواجی که مبتنی بر نابرابری است رو در ایران میدونید، نه قوانین مربوط به ازدواج در یه جامعه پیشرفته مانند سوئد رو. یه مندروردی درست کردید که به اتومبیل خودتون شما توضیح بدیم به من ما باید چیکار کنیم بفهمید. یه اتومبیل رو الاغ بهش بستید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. حرفای شما کودکانه، نابخردانه، بی‌معنی است. هیچ معنای مثبت و منفی توش نیست. سر یه چیزی گفتم، خرید خونه میکنید با شرط اینکه دخترش هم بده به برادر شما. اصلا یه چیزای مندروردی عزیز. یک دفعه دیگه بیایید، خود شما بیایید، من دقیقاً به شما میگم قواعد درباره پولی که از قبل بوده بعد در آمده، جزئیاتش بر اساس یکی از پیشرفته ترین قوانین که توی ایالت کالیفرنیا است که چگونه است. هیچ کس هم سرش دعوا و بحث نداره. از 100 نفر 99 نفر هم هیچ حرفی نمیزنن، تکلیف رو روشن کردن. شما دو تا داری سر یه چیزی بحث می‌کنید بی‌معنی. گفتم می‌خواید خونه بخرید، دارید دختر زن و شوهر درست می‌کنید که اینا باید با اون ازدواج کنه، اونم باید کارمند اون باشه. یه وقت دیگه بیاد. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم. اینکه چه باید بفهمم، می‌خوام به شما بگم خیلی نگاهتون کودکانه است. اصلا شما آمادگی برای ازدواج نه، فکر ازدواج رو فعلا نکنید. یه آدمایی هستید بسیار باهوش، بسیار باهوش، با از نظر من با یه هوش انحرافی، بعدن درگیر این مسائل احساسی و اعتقادی و بعدم گیر خانواده ها به صورت نوابستگی، اعتیاد، ادیکشن و چسبندگی و دوختگی. شما اگر با سیدی های من آشنا باشید، ما یه مراحل هشتگانه رشد داریم. از مرحله همزیست سیمبیانیک، همزیستی که تولده، میریم به 1 سالگی که چسبندگی و دوختگیه، به 3 سالگی که اعتیاده، به 5 سالگی که عادته، به 8 سالگی که وابستگی است، به 12 سالگی است که رهایی آزادیه، به 18 سالگی که استقلاله و 22 سالگی که اینتردیپندنسی و وابستگی. یه مراحل هشتگانه. شما دارید حرفایی میزنید که مال بچه 1 سال 3 ساله است در جهت رابطه با خانواده ها. یعنی شما هنوز تو مرحله دوختگی که این اگر اینجوری شد من پاره میشم، اون اگر شد بدبخت میشد من بدبخت میشم، تا اعتیاد که همه چیز رو با زیر پا بذارم به خاطر اونا. من با تو ازدواج کنم به این شرط. عزیزم حرفای شما حرفای مال حتی 5 سالگی نیست، یا تازه بکشنش برای 8 سالگی است که وابستگی است. یعنی من قرار نیازهای خانواده‌ام رو برآورده کنم و احساس اندیشه من باید با احساس اندیشه اونها یکی باشه. شما اصلا به حرف یه آدم بالغ امروزی رو نمیزنید. شما دوربرتون تا این مدت کوتاهی که اومدید در سوئد، گفتم اگه جرئت میکنید این حرفو یه جا مطرح کنید، اگه نگاهتون نکردن، اگر به شما نگفتن لطفا یه دفعه دیگه توضیح بدید، من نمیفهمم شما چی میگید، نمیفهمنتون. و شما برای خودتون ولی قاعده و قانون هست که شما یه مندرآوردی درست کردید به اسم ازدواج برای خودتون.
بر اساس قوانین مالی. حتما یه دفعه دیگه بیاد، من کامل براتون شهر میدم. روزی که ازدواج کردید، پولی که شما دارید، پولی که او داره، بعدا وقتی زندگی کردید، قواعد و قوانین در پیشرفته ترین کشورها چیه. امروز از 100 تا ازدواجی که از سر این مسائل با هم اشکالی ندارن، هیچ کس هم چه قرارمداری امضا نمیکنه. prenuptial agreement در اساس یه شرایط محدود بر و عرض من تو سیدیا هست، هیچ پسر و دختری که وجود و هستی و زندگی و بچه و خودشون و بدنشون رو با هم شریک میشن و به هیچ کس دیگه غیر از هم دیگه تعلق نداره، سر اینا دعوا نمیکنن. سر یه خونه، سر یه مقدار آجر که سر اینا با تعهد داد، این اعتماد و اطمینان وجود نداره. تو شاید بعدا چنین یا چنان کنی، از کجا که شما فردا با این دختر نباشید، شما با یه مرد دیگه نباشه؟ از کجا که از یکی دیگه خوشتونه؟ کی میتونه اینا رو تضمین کنه؟ از قبل بنویسه؟ از شما خواستن که بنویسید هرگز از هیچ دختر دیگر خوشت نخواهد بود، هرگز به هیچ دختر دیگه نگاه نمیکنی، من هرگز به هیچ مرد دیگری نگاه نمیکنم، هرگز در ذهنم مردی رو مجسم نمیکنم، هرگز از هیچ مردی خوشم نمیاد. آخه این حرفا رو من میشه زد؟ دو تا آدم میگن ما به هم علاقمندیم، بقیه نیستن، ما هم دیگر انتخاب کردیم و تمام. ولی حالا بیایم بحث بکنیم درباره اینکه پول تو چیه، پول من چیه، بعد اگر آخرش شد چه خواهد شد، من میخوام برای اونا چی بفرستم، اونم برای نصف سر در حقوقم رو اصلا معلوم نیست تا کی، برای چی؟ چون وضع مالیشون بده، کاملا قابل فهمه که همه موظفیم خانوادهمون رو که سر دوستانم و فامیلمون رو هم کمک کنیم هر جا میتونیم، ولی احتیاج نه از طرف مقابل برای کمک کردن به یکی دیگه تصمیم بگیریم. یه وقتی دیگه دلتون خواست بیاد با هم صحبت کنیم.